دورود بیکران پاینده ایران روح الله عجمیان در چهلم حدیث نجفی چه میکرد در مسیر اعتراضات و مردم ازهداری که داشتن میرفتن برای دختری که رژیم بچه کش و ضعیف کش این دختر را به خاطر نوع پوشش به قتل رسونده بود حالا داستانی که پیش آقای شهاب حسینی و رامبرد جوان در یک حرکت بسیار بسیار به نظر من ارزشمند رفتن پیش خانواده روح الله عجمیان که از ایشون از خانوادهش رضایت بگیرن برای سه زندانی دیگری که زیر حکم اعدامن پنج تا زندانی زیر حکم اعدام بودن که دو تاشون اعدام شدن متاسفانه و رفتن برای بقیه رضایت بگیرن اون دوتایی که اعدام شدن شهید والامقام مقام مهدی کرمی و شهید واقعا مظلوم سید محمد حسینی بود که خیلی اتفاق تلخی هم بود بخاطر یک طرف اصلا هیچ کسی رو نداشت و اتفاق تختر اینه که پدر مهدی کرمی که خودش دست دستمال کاغذی میفروشه مردانگی کرد و برای شهید مظلوم سید محمد حسینی سنگ قبر گرفت حالا شاه حسینی و آقای رامبول جوان بلند شدن برن که آقا رضایت بدید پدر آقای روح الله که کشته شده مطالبی رو میگه که من با پدر آقای روح الله عجمیان براشون احترام قائلم ولی مطالبی رو منم بعد بهشون بگم. منتا بذارید مطالب رو گوش کنیم و من اینو برنامه رو حتما بفرستید برای پدر آقای روح الله عجمیان تا بدون قاتل فرزندش همین رژیمه. بدون تعصب دارم میگم بدون پروپاگاندا حالا گوش کنیم. اولا پدر ایشون پدر آقای رولو عجمیان میگه من تو خونه نبودم میگه وقتی این دو بازیگر تصمیم گرفتن به خونه ما بیاین من و مادر روح نبودیم یعنی فقط برادرش بوده مثل دو برادر دیگر روح میزبان آنها میشوند و تنها به احترام این که آنها مهمان هستن قبول میکنند و صحبت های این دو بازیگر رو بشنمن. اگر اگرچه آنها را ندیدم اما اعلام میکنم به هیچ عنوان حاضر به رضایت دادنم نیستم نه به خاطر مظلومیت پسرم که اگر تنها این موضوع بود شاید حاضر به مجازات کسی نبودم آنچه این جماعت کردن براندازی نظام اسلامی و مبارزه با دین اسلام است دقیقا ما داریم با دین اسلامت مبارزه میکنیم گروه بابای اسلامت میگه آنها جامعه را به ناامنی کشیدن تا اسلام را از بین برود تا اسلام از بین برود و من ابدا تحمل این کار را ندارم و قطعا رضایت نخواهم داد خب میگم من بخاطر بچم نه بخاطر خب تفکر اسلامی زامبی میکنه طرف و دیگه یعنی اگه این بگه من به خاطر بچه و جیگرگوشم که اونجا مثلا تنها بود مظلومانه کشته شد من میپذیرم ولی اسلام خطرناکه ببینید یعنی این پدر میگه خونه بچم مهم نیست اونقدر اون چیزی که مهمه اینه که نه علی اسلام بلند شدن این خطر اسلامه یعنی ما بعد این تفکر اسلامی رو برای این بزنیم کنه اما فارغ از این آیه پدر روح الله میام من با شما چند تا مطلب صحبت دارم نظامی که میدونه چهلوم حدیث نجفی یک دختر جوانی که توسط این رژیم ضعیف کش توسط اسلام آدم تو کشته شده حالا به درست یا غلط شما میگید که دمش اگه اسلام کشته که دمش ولی خب بقیه ما هم مثل تو فکر نمی کنیم حالا قضیم چهلو و نظام میدونه که مردم خشمگین و ازدار برای این حدیث نجفی دارن میره سوال اینجاست پسر تو به عنوان یک بسیجی اصلا اعتقاد داره اعتقاد به حکومت اسلامی داره بدون سلاح و تک و تنها در اون جاده کی اونو اونجا گماشته سال جدی چه کسی اونو گفته تو بدون سلاح باش و در مسیر مردم خشمین قرار بگیر و سوال جدی تر اینجاست اونجایی که دارن پسر تو مردم کتک مردم ازدار دارن تو رو که به عنوان یک مزدور وایستده اونجا اون نگاه مردم رو دارم عرض میکنم پدر عزیز تو رو دارن کتک میزنن چه کسی با اون دقت فیلم گرفته و این فیلم ها در شبکه اجتماعی با اون دقت منتشر نشده ولی در دادگاه منتشر میشه چون یه سری فیلم ها بود که خب در شبکه اجتماعی توسط مردم گرفته شده بود اما یه سری فیلم هست با جزئیات از صورت کسانی که مردم خشمگینی مثل شهید والا مقام مهتی کلمی یا شهید مظلوم سید محمد حسینی که توسط این رژیم ضعیف کش اعدام شدن اسیر کشی شدن صورت اینا کاملا دقیق گرفته میشه یعنی قشن دوربین اومده تو حلق اینا داره فیلم میگیره این کسی که داره فیلم میگیره انصار اطلاعاتی است چون این فیلم ها فقط تو دادگاه اول پخش میشه طریق دستگاه های رسانه خود نظام منتشر میشه سوال اینجاست اون کسی که داره فیلم میگیره و خودش اعتقاد به رژیم اسلامی داره بسیجی هست اطلاعاتی هست سپایی هست یا هر چیزی چرا در لحظاتی که پسر تو تنهایی داشت کشته میشد دفاع نمیکنه از پسر تو نه که مثلا بیاد دفاعی چیز بکنه بگه من هم مثلا حزب اللهی هم خودشم کتک بخوره در قالب نقش بازی نمیکنه در قالب یک, یک نفر از مردم خشمگین که بگه آقا نزنید این بچه رو یه نفره بسیجیه اوکی زدیدش دیگه بسته دیگه نزنید چرا این کارو نمیکنه؟ عزیزم پسر تو توسط خود رژیم کشته شده به خاطر که رژیم نیاز داشتش که چند تا بسیجی ری. شما تو این بسیجی ها هم اون بدبخت بیچاره ها رو قرار میدن دیگه الان همین خانواده عجمی ها خب معلومه اینا وضعیت مالی خرابی دارن پسر تو رو خود رژیم قرار میده در مسیر مردم خشمگین خب مردم خشمگین کاری که میکنن با توسط به جناب با تو... با... توجه به جنایت 44 ساله شما مردم خشمگینن معلومه که تو الان تو اون مسیر قرار بگیری مردم مثل آش نظری میان بهت حمله میکنه هر کی یه ملاقه ای میزنه تو لگد یعنی کاری که میتی کرمی کرده دو تا لگد زده اون یکی دو تا لگد زده چرا بخاطر که مردم خشمگینن سوال اینجاست که چه کسی تو رو تو اومد ببین چطور این رژیم خیلی جالبه میگه قضیه یه حمله به سفارت عربستان کار روحانیه میگیم چجوری کار روحانیه شما بچه اسبولا یا حمله کردی بدنم پست مقام گرفتیم میگه نه روحانی که خبر داشت ما ناراحتیم به خاطر کشته شدن شیخ نمر چرا چهار تا پلیس بیشتر قرار نداد که جلو ما رو بگیرن دقت کن خب اینجا اون سوال اینه شما که خبر داشتید مردم خشم چرا یک بسیجی رو بدون حتی باتوم بدون هیچ سلاحی قرار دارید در مسیر مردم خشم ولی فیلمبردار با دقت گذاشتید که موقعی که تومه شما یعنی روح الله عجمیان توسط سیل مردم خشمین کشته میشه اون فیلم بردار شما فیلم بگیره برای بعد بر از داستان بازیایی که بخواید مردم رو سرکوب کنید چند تا رو اعدام کنید که مردم رو بترسونید هدف شما این بود هدف شما این بود که چند تا بسیجی رو بدون سلاح در مسیر مردم خشمین قرار بدید مثل آرمان علی وردی و غیره اینا اینا قربانیان خود رژیمن چند تا بسیجی بدبخت بیچاره مثل عجمیان مثل شما همین خانواده عجمیان من دیدم بیچاره خیلی بدبخت بیچاره مثل همون آرمان علی وردی اینها رو در مسیر مردم خشمگین قرار بدید که مردم خشمگین اینها رو بکشن بعد شما خودتون با جزیات هم فیلم بگیرید حالا مشخصا اینجا روحاله عجمیان فیلم بگیرید بعد بر اساس این فیلم و اینا چند نفر رو اعدام کنید که چیکار کنید فضای رو با وحشت ایجاد کنید که مردم رو بترسونید هدف شما اینه آقای پدر روح نظام اسلامی تو و اسلام تو بچه تو گرفت تو. نه مردم نگه نمیگی من به خاطر اسلام کوتا نمیام تنفری که مردم به واسطه اسلام از تو و خونوادت دارن اونجوری هر کی یه چاقو زد اسلام بچه تو گرفت جمهوری اسلامی بچه تو گرفت و در آینده دو تا پسر دیگه هم اگه همینجوری پیش بره خدا نکنه من پیشبینی دارم میکنم چون اگر این رژیم بیفته ای شما این رژیم مطمئنا اتفاقات بزرگتر از محسا امینی رو خواهد داشت چون حماقت هایی هم که این رژیم داره انجام میده ما منتظر سیل های بزرگتری از جنبش قابل احترام زن زندگی آزادی بعد باشین و این شعارهای های لب و دهن نبه اعدام و نبه خشونت اینا چیزاییه که در خارج از کشور رو اینا یه عده میگن اینا حرف و دهنه لب و دهنه در اتفاقی که دفعه دیگه رخ میده خشم مردم با توجه به رفتارهای همین اسلام شما، رفتارهای اسلامی شما سطح تنفر مردم بالاتره. و این تنفر بالاتر، یه پسرت دادی، دو تا پسر دیگه تام میگیره. خودت هم میگیره. دودمان شما باورمندان به این مذهب خطرناک خواهد گرفت. من تهدید میکنم نه اینکه میگم این کار باید بشه. من به عنوان یک تحلیلگر دارم فقط آینده رو بهت هشدار میدم مثل بچه آدم برو رضایت بده مقصر پسر خودته که تکن تنها در مسیر خشم مردم بدون سلاح قرار گرفته هر کسه هر ایرانی دیگری هم اونجا بود همون برخوردی رو میکرد که شهید مهدی کرمی و شهید مظلوم سید محمد حسینی کردن و بقیه کردن مردم از دست شما خشمگینند میخوای بکشی بکش تنفر مردم بیشتر میشه امروز کسی نمیگه شهید عجمیان مردم میگن شهید مهدی کرمی شهید مهدی کرمی و سید محمد حسینی هستن که در بین مردم احترام دارن نه عجمیان اینا واقعیت های میدانیه قربونتون برم شب روزگار خوش خواستم درود به شهاب حسینی شهاب حسینی من دوستت دارم قلبم نشون دادی انسان با شرافتی هستی با رامبد جوان زیاد کاری ندارم نمیخوام در مورد کنم ولی من شهاب حسینی نشون داد به شدت آدم با غیرتیه آدم با غیرت نشون داد جز سلبریتی که میشه بهش احترام گذاشت سپاسگزارتم پاینده ایران و همه به احورا مزدان میسوارم بدرود